محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست این هفته دو مناسبت مذهبی بود که به خاطر اون تعطیلات بود در ایران و یک تعطیلات بین, بین بینی هم بینش اتفاق افتاد و کل کشور در واقع این هفته تعطیل بود همطور که روزنامه هم چاپ نشد ما امروز با همدیگه دیگه نتونستیم مرور مطبوعات رو داشته باشیم این وضعیت چه پیامد و مشکلاتی داره برای کشور ببینید هم تعطیل بود هم تعطیل نبود و اتفاقا سفرهایی هم که صورت میگیره بیشتر از اون که تفریحی باشه واقعا رنجاوره 27 صد آدم تو راه باشه بعد دو روز هم دوباره مرخصی بگیره استراحت بکنه که اون خستگی از تنش بره ما یه مشکل بزرگی تو ایران داریم که ببینیم این تعطیلات برای رفاه مردم هست تعطیلاتی که در تقویم هست یا بزرگداشت مناسبت ها ببینید اینجا در انگلستان شما اولا دو روز در هفته تعطیل هست اون بانک هالیدی هایی که گذاشتن در ماه می و آگوست که در حقیقت در بهار و تابستان هست که برای تعطیلات تابستانی استفاده میشه به غیر از اینکه مرادرز تعطیل هست به در مدل استفاده کنن اون تعطیلات میتونه این دو روز رو بکنه سه روز و برای هیچ بزرگ داشتی هم نیست تنها به خاطر تفریح مردم هست حالا شما حساب بکنید ماه قمری در ماه در سال شمسی در حال چرخشه اینطور میشه که تعطیلات مناسبتی به صورت کاملا هر ساله به صورت تغییری در کل سال میچرخه و ما این تعطیلات یه موقعی در زمستان داریم یه موقع همش میفته تو تابستون گویند که در تا آخر میشه گفتش بله تا 15 آذر هیچ تعطیلی دیگه در ایران نیست یعنی اخنی... این تعطیلاتی بوده که مردم دارن آره. استفاده آره. میکنن آره. در واقع آره. در, ماه آینده ما فقط یه روز تعطیل داریم اونم مناسبتی شهادت حضرت فاطمه ببینید هیچ گونه تمهیدی اینجا نیندیشته شده در مورد اینکه مردم تفریح بکنن بعد شما نگاه بکنید یه وضعیت پارادوکسیکال هم هست تمام حکومت و رسانه ها بینو عذاب پخش میکنن بعد اون مردم که دارن میرن شمال لابد دارن محسی هایده گوش میدن این وضعیت عجیبی است که در حقیقت ظاهر و باطن ما هیچ کدومش به هم دیگه نمیخوره اون مردمی هم که میرن تو این ازدهام گیر میکنن تفریح نمیکنن اون کسی که در شمال داره زندگی میکنه با این حجم آدمی که داره میاد اون بر از زندگی میفته و دست آخر نه تفریحی صورت گرفته نه نفع این برده محیط زیست نابود شده و مردم هم نفهمیدن چه اتفاقی افتاده بعد دوباره الان برگردن تهران دوباره یه مصیبت بزرگتر و یک هفته هم تعطیل بوده و نبوده یعنی شما این بینو تعطیل ها رو حساب بکنید آخر اعلام نشد که این روز در واقع دیروز تعطیل بود نبود در, حالی که کاملا تعطیل بود ولی شما سر کار نمی رفتی غیبت می باید مرخصی می کل هفته تقلق بوده به خاطر اینکه میتونست سه روز تعطیل باشه ولی خب اون سه روز درست تعطیل نشده حالا مثلا اینجاست که اگر در کشور دیگری این اتفاق می افتاد مسلما این سفرهای داخلی درآمدزایی بود برای صنعت گردشگری اون کشور ما میتونیم بگیم که این در مورد ایران هم صدق میکنه یا نه ببینید درآمدزایی گردشگری داخلی برابر این هستش که مستمر باشه این که حجوم میبرن این گردشگری نیست در واقع تمام امکانات اون استانها در مثلا استانهای شمالی تخریب میشه وضعیت محیط تخریب میشه بعد خیلی از اینها اصلا نمیرن در هتل ها و اینها اقامت داشته باشن ممکنه چادر بزنن ممکنه نمیتونم یک جوری برن که اصلا هیچ گونه هتلی هیچ گونه مسافرخونه ای نرم و هیچ آیدی اقوام و فامیل آره بعد این حجمی هم که اونجا میرن قهری ایجاد میکنه در فیلم میبینی نون نیست یا همین الان مسئله مسئله سوخت پیدا کردن در شمال چون این تانکرهایی که بعد سوختم هم می در شمال اونها هم پشت ترافیک گیر کردن اون بر اون برا اصلاً بنزین پیدا نمیشه یعنی این رونق گردشگری این گونه نیست شما بعد تعطیلاتتون در سال کاملا پخ شده باشه مخصوصا در تابستان و اینها چندین بار این تعطیلات مثلا سه پخ پخش شده باشه که یه دگه رفتن دفعه بعدو نرن یا خود مردم هم این رعایت رو انجام بدن که این فایده ای نداره در 28 ساعت تو راه باشه این که بهش نمیگن تفریح خیلی ممنون از توضیحاتت محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما